در سلام بینندگان تلویزیون کانال یک و همچنین برنامه رمز پیروزی به همه شما عزیزان به ویژه همیهنانمون در ایران بار دیگر سلام میکنم و امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. برنامه امروز رو در دو قسمت تقدیم حضورتون خواهم کرد. قسمت اول در مورد شدت یافتن تنش بین امریکا و حکومت اسلامی ایران و پیامدهای این تنش ها و سوالاتی که در این رابطه وجود داره در رابطه با مسئله تحریم ها، اینکه چه پیامدهایی رو میتونه به وجود بیاره و همچنین ادامه این تنش بین دو کشور به کجا میتونه ختم بشه. این سوالی است که بسیاری از ما ایرانی ها در این روزگار داریم و از هم دیگه میپرسیم که ادامه این دعواهای سیاسی و تهدیدهایی که از هر دو سو انجام میگیره، هم از سوی مقامات بلندپایه دولت امریکا و هم از طرف رهبران حکومت اسلامی ایران، آیا یک چنین تهدیدهایی میتونه نهایتاً این دو کشور رو یک جنگ بکشونه یا نه؟ و همطور که عرض کردم، مسئله تحریم ها به کجا خواهد رسید؟ آیا اینطور که مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتن تحریم ها اثری در اقتصاد ایران نخواهد داشت و اونها میتونن به هر شکلی که شده این تحریم ها رو اثر بگذارونن؟ در ادامه برنامه در دومین قسمت سخنان امروز میپردازیم به مسئله پراکندگی اپوزیسیون و چگونگی به اصطلاح عبور از این مانع برای اتحاد مردم کشورمون و همچنین اتحاد نیروهای مخالف رژیم کنونی در ایران. موضوع تنش، یعنی تنش بین امریکا و حکومت اسلام ایران، همچنان به عنوان یکی از تیترهای اصلی خبرگزاری‌های جهانه. همطور که در برنامه دیروز خدمتتون عرض کردم، بر اساس ادعاهایی که مقامات امریکایی کردن، یعنی هم آقای پومپئو و هم سایر مقامات نزدیک به آقای ترامپ مثل آقای بولتون، گفتن که گزارش هایی رو دریافت کردن از کشورهایی که در منطقه خاورمیانه هستن که جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی کرده و قصد داره توسط نیروهای تروریستی منطقه که به او وابسته هستند علیه پایگاه نظامی و نیروهای نظامی امریکا در خاورمیانه اقداماتی رو انجام بده. به نظر میرسه که این اخبار و گزارش هایی که به مقامات نظامی و امنیتی و همچنین حکومتی امریکا رسیده باعث شده که اونها دست به یک اقدام جدی بزنن. یعنی به نظر میرسه که این گزارش ها از نظر اونها جدی بوده. دلیل این ادعا اینه که ما می‌بینیم که بلافاصله امریکا ناوگان‌های نظامی خودش رو به طرف آب‌های خلیج فارس اعزام می‌کنه و همچنین هواپیماهای نظامی
بمبافکن خودش رو هم به منطقه خاورمیانه منتقل میکنه. و درست به همین خاطر هم است که در مقابل مقامات جمهوری اسلامی ایران هم با زبان تهدید همچنان در مقابل این نوع اقدامات امریکا از خودشون واکنش نشون میدن. سفر آقای ظریف وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران هم به امریکا نتیجه نداشت. او رفته بود تا بتونه شاید با دامن زدن به اختلاف بین دو که نبین رئیس جمهور فعلی امریکا با سایر مقامات مسئول دولت او راهی برای مصالحه و مذاکره باز بکنه، اما او هیچ برنامه‌ای برای حل این بحران نداشت. امریکایی از مدت‌ها پیش به طور رسمی اعلام کردند برای ورود به یک رابطه نرمال و عادی با حکومت ایران 12 شرط دارد. این 12 شرط رو همه ما میدونیم و میدونیم که بخش اعظم این شرط هایی که امریکا گذاشته برای ایجاد روابط عادی و مذاکره با مقامات حکومت اسلام ایران شرط هاییست که ما هم بهش اعتقاد داریم. این که مردم ایران سرکوب نکنه، این که زندانیان و سیاسی رو آزاد بکنه، یکی دو شرط هم هست که اون هم باز من فکر میکنم به هر حال ما به خصوص در شرط کنونی با مردم کشورمون با اون شرط هم مخالف نیستیم. این که فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی ایران متوقف بشه، این که نیروهای نظامی سپاه پاسداران از منطقه خارج بشن و به ایران برگردن، و این که کشورهای منطقه رو تهدید نکنه. خب من فکر میکنم همه این شرط ها شرط های ما هم هست، چون وجود این سیاست ها و اقداماتی که حکومت اسلامی ایران کرده، اگرچه هم داره سعی کرده که بگه که اینها خواست ملت ایرانه، خواست ملت ایرانه که ما بریم در سوریه، خواست ملت ایرانه که ما کشورهای منطقه مثل عربستان و اسرائیل رو تهدید بکنیم، مردم ایران چه میخواستی رو ندارن. یک نیروی سیاسی مذهبی خاصی در 40 سال پیش کشور ما رو اشغال کردن و اینجا رو پایگاه خودشون کردن برای اینکه بتونن اسلام شیعه رو در سراسر خاورمیانه و در جهان برپا کنن و حکومت الله رو بر جهان به قدرت برسونن. من تصور نمی کنم که اکثریت مردم ایران با یک چنین خواستایی موافق باشن. بنابراین آقای ظریف در امریکا ناکام موند و برگشت و حالا امروز به مسکو رفتن. گفته میشه که چهارشنبه پس فردا آقای روحانی قراره که در مورد تحریم ها و در رابطه با سیاست های امریکا مطالب جدیدی رو مطرح بکنه. بسیاری از مفصلین سیاسی معتقدن که احتمالاً آقای روحانی میخواد در خصوص آغاز فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت‌هایی رو بکنه. شاید بی‌دلیل نیست که در مصاحبه‌ای که آقای ظریف امروز در مسکو انجام داده گفته که البته این گله‌مندی رو آقای روحانی و پیش از اون آقای خامنه‌ای نسبت به اروپاییان داشتن که در رابطه با تحریم‌های یک جانبه امریکا اتحادیه اروپا همکاری نکرده. البته اول سعی می‌کردن این کار صورت بگیره، هنوز هم دارن تلاش می‌کنن، اما اروپایی ها قبول نکردن که یک رابطه جدیدی رو پیدا بکنن برای اینکه تحریم ها به شدتی که آمریکا انتظار داره انجام نگیره. به مرور بعداً با مذاکراتی که مقامات امریکایی با اروپایی کردن معلوم شد که اروپایی ها نمیتونن
به سادگی چنین رایی رو پیدا بکنن. و به همین خاطر آقای خامنه‌ای گفت اروپایی‌ها هیچ وفادار نبودن به عهد و پیمان خودشون. روحانی و ظریف سعی کردن که به نوعی این امیدواری رو حفظ بکنن، اما اون چی که امروز آقای ظریف در مسکو با خبرنگاران در این خصوص گفته، گفته که در پاسخ به سوال اگر کشورهای اروپایی موفق نشوند به ایران در زمینه مقابله با تحریم ها کمک کنند، چقدر احتمال دارد تهران در مدت پیش رو فعالیت های هسته‌ای خود را احیا کند. ظریف گفته که ما بارها اعلام کردیم که صبر مردم ایران اندازه دارد. ادامه حضور ایران در برجام به منافع متقابل تهران و رفتار اتحادیه اروپا بستگی دارد و اگر منافع ملی ما در برجام تامین شود و اتحادیه اروپا نیز به تعهداتش پایبند باشد، ایران نیز به توافق برجام متعهد خواهد ماند. این موضع‌گیری آقای ظریف بنابراین این حدس و گمان رو تایید میکنه که آقای ظریف به مسکو رفته که در اونجا با مقامات کشور روسیه مسائل خودشون رو این بار در میون بگذارن و در اونجا هم گفته که اروپایی‌ها کمک نکردن. یعنی آقای ظریف عملاً بعد از تمام این امیدواری‌ها که داشت نظر آقای خامنه‌ای رو تایید کرد. صرف نظر از این که حکومت اسلامی رو چه میکنه چه نمیکنه، اما واقعیت اینه که هم آقای ظریف و هم آقای روحانی از آقای خامنه‌ای عقب ماندن. هر دوی اینها، یعنی هر دو جناح این حکومت، تلاش میکنن این نظام رو حفظ بکنن چون منافع همشون در حفظ این نظامه. اما آقای روحانی و آقای ظریف اینها فکر میکردن که سیاست‌هایی رو میتونن پیش ببرن که احیانا مانند سالهای گذشته دنیا رو به بازی بگیرن، کارهای خودشون انجام بدن، فعالیت‌های هسته‌ای بکنن، موشک درست بکنن، موشک‌های دودبر تولید بکنن، در کشور خاورمیانه پایگاه نظامی بزنن، بهشون پول بدن، اسلحه بدن، موشک بدن، تا اینکه پایگاه خودشون در منطقه گسترش بدن و خاورمیانه رو تحت تسلط خودشون در بیارن. منطقه خامنه‌ای و فرماندهان سپاه واقع بینانه تر به این مسئله نگاه میکنن. اونها میدونن که نمیشه در دراز مدت دنیا رو فریب داد، کما اینکه اینا در طی سالهای گذشته این کارو کرده بودن. آقای ظریف زیادی روی خودش حساب کرده بود، همینطور آقای روحانی. اینا فکر میکردن که سیاست بلدن و میتونن، البته سیاست نوع آخوندی، نوع جمهوری اسلامی، و میتونن همه قدرت‌های غربی رو دور بزنن، همچنان به کارهای تروریستی خودشون ادامه بدن، همچنان به نفوذ خودشون بیشتر در خاورمیانه ادامه بدن و بعدم غرب متوجه نشه و اگرم متوجه بشه کاری از دستش بر نخواهد اومد و سرانجام تسلیم خواهد شد و سهم خاورمیانه، اون چیزی که باید به ایران هم داده بشه به غیر از ایران، اون رو هم بهشون میدن. حالا یه دولتی در امریکا اومده سر کار، صرف نظر از این که با سیاست خودش چه میکنه که روشن چه میکنه، میخواد اقتصاد امریکا رو از بحران بیرون بیاره، میخواد منافع ملی امریکا رو تامین بکنه و در این راه در مقابل خودش یک مانعی رو میبینه به نام حکومت اسلامی ایران و حاضر نیست به حکومت اسلامی ایران باج بده. میگه برخلاف 40 سال گذشته باید برگردی به خاک خودت، همون ایران رو ما به تو دادیم برای شما کافیه، سهم ما رو هم باید بدید و ادعای بیشتر از اونم نباید داشته باشید.
و به همین خاطر هم است که امریکا و مقامات امریکایی مرتب میگن که ما میخواییم رفتارتون رو عوض کنید، ما با شما کاری نداریم، رفتارتون رو عوض کنید، به حق خودتون قانع بشید، یعنی همین یک کشور چپاول قارت بکنید و نظری به منابع نفتی و پایگاه های اقتصادی کشور و منطقه نداشته باشید. خب حکومت اسلامی ایران ظاهراً باور نمی کنه که باید این 12 شرط رو بپذیره. در نتیجه امریکا ناوگان نظامی بمب‌افکن میاره تو منطقه. هر چند تا این لحظه هم امریکا با آوردن ناوگان نظامی و هواپیماهای بمب‌افکن نشانه ای از خودش نشون نداده برای شروع جنگ. اما همین اقداماتی که صورت گرفته و همین تحریم ها اوضاع حکومت اسلامی ایران رو به هم ریخته. ایران نمیتونه، یعنی حکومت اسلامی نمیتونه این مناسبات و این رابطه رو به همین شکل ادامه بده. اگر ادامه بده فلج کامل خواهد شد. تمام این چیزهایی که بلوف میزنن که ما 5-6 رای دیگر داریم برای اینکه نفت بفروشیم و یه هر اقدام دیگر، الان معلوم نیست آقای ظریف رفته مسکو، قطعا رفته که ببینن میتونن از طریقی نفت ایران رو به روسیه بدن، روسیه نفت رو به اسم خودش به عنوان شرکت های خودش بفروشه. و این صحبت قبلا هم شده بود، روسا گفته بودن که ما این کار رو میکنیم و در ازاش بهتون مواد غذایی که خود روسان در تحریم هستند به نوعی، نمیدونم چطوری میخوان این کمبودها رو تحریم بکنن. خب بنابراین این وضعیت، ادامه این وضعیت یعنی وجود تحریم ها و تهدید ها اقتصاد ایران رو روز به روز فلشتر خواهد کرد. امروز دلار به 15400 تومان رسید. هنوز ما در مرحله جنگ روانی هستیم، یعنی هنوز هیچ موشکی شلیک نشده، هیچ قایق تندرو سپاهی به نزدیکی ناوگان نظامی امریکا نرفته، حوثی ها هیچ موشکی رو به طرف مراکز نظامی امریکا پرتاب نکردن، حزب الله هم همینطور. خاورمیانه نبضش تند میزنه، همه نگاه ها و همه گوش ها به سوی خاورمیانه است. هر اتفاق ساده ای میتونه منجر به یک جنگ بشه. اما نکته که در اینجا باز باقی میمونه اینه که اگرم جنگ بشه چگونه جنگی خواهد شد؟ به نظر میرسه که این بار برخلاف جنگ امریکا و عراق، امریکایی ها از نیروی هوایی خودشون و از ناوگان های نظامی خودشون بیشتر میخوان کمک بگیرن. بدین معنیست که نمیخوان نیروی زمینی خودشون رو درگیر جنگ با ایران بکنن. قطعا محاسبات نظامی داشتن. بنابراین جنگ هوایی و جنگ از طریق پرتاب موشک یا بمب از طریق هواپیمایی که در ناوگان های نظامی امریکایی هستن میتونه ویرانی های بیشتر رو به بار بیاره. برای اجازه بدید یه بار دیگه این نکته رو تاکید کنم، تا نرسیدن حتی به اون مرحله ادامه این وضعیت نه جنگ نه صلح به مراتب ضرر و زیان شدیدتر خواهد شد. این ضرر و زیان هم به مراتب اثرات منفیش رو بر روی مردم ایران خواهد گذاشت. سرداران و رهبران حکومت اسلامی ایران همه اینها جزء میلیونرهای جهان هستند، یعنی از لحاظ ثروتی که دارند. وقتی میگم میلیونر، من میلیون ها تومان بلکه میلیون ها دلار و سایر ارزهای معتبر جهان. این مسئله پوشیده نیست برای همه ما که بسیاری از مقامات رژیم ایران فرزندانشون، خانواده‌هاشون در خارج از کشور زندگی میکنن، در نقاط امن
و اگر شرایط سخت و پیچیده بشه اینها میتونن به سرعت به خانواده هاشون بپیونده. خب این شرایط نجنگ نسل عرض کردم که شرایط رو همچنان سختتر میکنه، تحریم ها ادامه پیدا میکنه، گرانی و قحطی خواهد شد و در نتیجه مشکلات مردم افزونتر میشه. آقای علم الهدا البته گفته است که نه احتیاجی به نفت داریم، نه احتیاجی به صنعت داریم، نه احتیاجی به صادرات داریم، ما خدا رو داریم، امام زمان رو داریم، مناجات رهبر آقای خامنه ای رو داریم و همین ها باعث خواهد شد که ما از این مشکلات نجات پیدا بکنیم. این آخرین پاسخ و یا طرز فکر یکی از مهره های اصلی این حکومت. ولی آقای علم الهدا فکر میکنن که از حتی پشت شیشه های اتومبیل های ضد گلوله شون نمیتونن ببینن در سطح شهر خراسان و مشهد و استانی که درش زندگی میکنه مردم روزگارشون به چه شکلی میگذره، آیا توانی اینو دارن که یک وعد غذای کافی در سفره خودشون و فرزندشون بگذارن که ایشون فکر میکنن که ما نه به نفت احتیاج داریم، یعنی نه به فروش نفت و به صلاح درآمد نفت، نه به صادرات، نه به واردات و به هیچ چیز احتیاج نداریم. اینها نشانه این هستش که اگر مردم ایران نتونن به موقع تصمیم جدی برای تعیین سرنوشت خودشون بگیرن، در انتظار رنج و سختی های بیشتری خواهند شد و خواهیم شد. مسئولین حکومتی کنار نمیان، نه آقای ظریف، نه آقای روحانی، نه آقای خامنه ای و نه مقامات نظامی، سرداران جمهوری اسلامی، سرداران سپاه و امریکا نمیتونه کنار بیاد، به دلیل اینکه اون نسبت به منافع متحدین خودش تعهد داره در خاورمیانه، باید این تعهد رو به اجرا بگذاره. تکلیف اسرائیل باید روشن بشه، تکلیف عربستان باید روشن بشه. عربستان صدها میلیارد دلار اسلحه خریده از امریکا، قراردادهای اقتصادی داره و در ازای این قراردادها قطعا امریکا تعهداتی به عربستان داده. او باید تکلیف این مسئله، تکلیف حکومت اسلامی رو روشن بکنه. حکومت اسلامی ایران یا باید به خانه برگرده و اون 12 شرط رو بپذیره یا خودش رو باید آماده بکنه برای جنگ. اما همونطور که گفتم ابعاد جنگ، تأثیرات جنگ ناروشنه. اگر در اثر بمباران‌های هوایی مراکز نظامی و تأسیسات و ساختارهای نظامی رژیم فرو بریزه و احیانا حاضر بشن در اون زمان وارد مذاکره بشن، شرایط سیاسی در ایران سخت‌تر خواهد شد. حکومت یک دست‌تر میشه، به ظاهر دیگه یک دست‌تر میشه و مردم دیگه هیچ گونه اعتراضی نمیتونن داشته باشن، بهانه جنگ. اون زمان اینها به راحتی میتونن هر اعتراضی رو به عنوان عامل امریکا و اسرائیل و عربستان معرفی بکنن و هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. اگر جنگ بخواد به این شکل انجام بگیره، جنگ به هر ترتیب و در هر سطحی و به هر شکلی جز ضرر و آزار و خسارت به مردم ایران چیز دیگری به وجود نمیاره و تمام این خسارت ها رو هم خود مردم باید متقبل بشن. سیل میاد، مردم باید کمک کنن. زلزله میاد، مردم باید کمک کنن. جنگ هم باید مردم کمک بکنن. اگر نکنن مانند خوزستان، مانند اهواز و خرمشهر، خرمشهر رو نگاه کنید، بعد از 32 سال هنوز به یک خرابه بیشتر شبیه. خرمشهر شهری که به معنای واقعی
شهر خرمی بود، شهر آبادی بود، یکی از شهرهای پر رونق اقتصادی کشورمون بود، اللحاظ کشاورزی به همچنین. ساکنینش خراب نشینن هنوز بعد از 32 سال. چطوری در برابر یک جنگی که قرار امریکا یک طرف اون باشه و متحدینش ما میتونیم ایران رو بسازیم؟ اینا نکاتیست که از هم اکنون باید بهش فکر میکردیم. اما در مورد بحث مربوط به این برنامه، یعنی مسئله اتحاد، این رو اضافه کنم، البته گزارشگر ویژه سازمان ملل ادریس جزائری ابراز نگرانی کرده، گفته که تحریم ها میتونه فاجعه به بار بیاره در رابطه با ایران و ونزوئلا و کوبا. بنابراین بر اساس محاسبات دقیقی که معمولا سازمان های بین المللی دارن، پیشبینی اونها درسته. در رابطه با عراق هم همین بود. در اون زمان هم یادم هست که سازمان ملل پیامدهای تحریم عراق رو گفت فاجعه به بار میاره و دیدید که فاجعه به بار آورد. صدها هزار کودک از بین رفتن. اون زمان صدام حسین اونقدر منظری بود در سطح بین‌المللی، اخبار و گزارش های فاجعه تحریم ها زیاد منعکس نمی شد. اما اون تحریم ها واقعا مردم عراق رو از پا انداخت. اما برگردیم به بحث مربوط به پراکندگی گروه های اپوزیسیون. دوست عزیزی یک نامه برای من فرستاده، جلوی اول نامه ایشون رو بخونم. نوشته که خطاب به من گفته که آقای اعتمادی، چرا تا کنون گروه‌های مخالف نتوانستند با هم متحد شوند؟ چون هر گروه به فکر خود و منافع گروه خود است. نظرش رو داره میگه این همیان عزیز ما. در نتیجه چون منافع گروه‌ها متفاوت است، نمیتوانند با هم متحد بشوند. تنها یک راه وجود دارد که همه گروه‌ها بر سر یک اصولی که همان قانون است متحد شدن. دوست ما میخواد بگه که آره چطوری میشه متحد بشه؟ میگه که یک اصل و اونم قانونه. و اون چیه؟ میگه نوشتن قانون اساسی. میگه که نوشتن قانون اساسی وظیفه مجلس مؤسسان است. چند تا علامت سوال. مجلس مؤسسان رو چه کسی تشکیل میدهد؟ مجلس مؤسسان یک بار در سال 57 بعد از پیروزی انقلاب تشکیل شد و همه دیدیم که چه قانون اساسی نوشت. خب این مقدمه اشاره میکنه، میگه که مجلس مؤسسان که قانون اساسی نباید نتیجه گیری اینجوری باید کرد. قانون اساسی که مجلس مؤسسان بنویسه فایده نداره. سال 57 نوشتند. خب چی شد؟ میگه که همه گروه ها مخالف فکر کنید، جمهوری سقوط کرده. به جای مجلس مؤسسان هر گروه خودش یک قانون اساسی پیشنهادی بنویسه. اگزیر بینگه خطش چه افتاد؟ بیگه خودت گفتی، یعنی من گفتم ما میتوانیم بر سر اصول اساسی توافق کنیم. خب عزیز من، همین میشود قانون اساسی. من ایشون میگه مگه تو خودت نمیگه سر اصول با هم توافق کنیم؟ پس اصول رو بذاره قانون اساسی. بیگه خودت همینو گفتی. بعد میگه که سقوط کنیم، بیم که فرض کنیم همه گروه ها مخالف فکر کنید جمهوری اسلامی سقوط کرده، به جای مجلس مؤسسان هر گروه خودش یک قانون اساسی پیشنهادی بنویسه و از بین آنها بعد از برطرف کردن ایرادات آن یکی را انتخاب کنید و در نتیجه برای اولین بار همه بر سر حاکمیت قانون توافق خواهند کرد و متحد خواهند شد و جمهوری اسلامی هم سقوط خواهد کرد. اکنون قانون اساسی بعد از سرنگونی اگر قانون اساسی بعد از سرنگونی نوشته شود، 100% به نفع گروه ها نوشته می شود که بیشترین طرفدار را دارد، درست مثل سال 57 که به نفع آخوندها نوشته شد. اتفاقا قانون اساسی پیشنهادی همین الان باید نوشته شود. چه ایرادی دارد؟ اگر الان نوشته شود می تواند منافع همه مردم را تضمین کند، چون هنوز هیچ گروه مخالفی به قدرت نرسیده. اگر بعد از سرنگونی نوشته شود، منافع گروه پیروز و پرطرفدار را تامین می‌کند، نه منافع همه مردم.
هم میهن عزیز، دوستان عزیز، فکر نکنید که این هم میهن ما که این نامه رو نوشته نیت بدی داشته، و فکر نکنید که ایشون فقط این نظر رو داره. در درون اپوزیسیون بسیاری اصلا سالها میگن که ما بیایم حول محور یک قانون اساسی با هم متحد بشیم، در صورتی که الفبای سیاست را که کسی بدونه میدونه که انجام این کار غیر قانونیه، غیر عملیه. شما ببینید وقتی یه سری اصول ساده رو، دوست هم میان عزیزم توجه کن خواهش میکنم، وقتی یه سری اصول ساده رو ما نمیتونیم باش توافق بکنیم، مثل چی؟ مثل این که با هم توافق کنیم که جمهوری اسلامی ایران اصلاح پذیر نیست. اینو ظاهرن همه با حتی اونایی که ذهنشون هنوز اعتقاداتی در این مورد دارن دیگه نمیتونن به سادگی به زبون بیارن، همه دارن میگن دیگه این رژیم باید بره. ما میگیم که این یه اصله، اصل دیگر چیه؟ که هممون توافق کنیم که ما به دموکراسی اعتقاد داریم، به آزادی احزاب سیاسی اعتقاد داریم. آزادی احزاب سیاسی که یعنی چی؟ یعنی اینه که همه ما برای همدیگه مشروعیت قائل باشیم. شما قبول کنید من یه آدم لیبرالم، من قبول کنم شما یه آدم چپ هستید، اون یکی قبول بکنه که این مملکت، یعنی هممون قبول بکنیم این سرزمین، این کشور مال همه ماست، صرف نظر از اینکه کرد و ترک و عرب و خراسانی و گیلانی هستیم. اینا که چیز بدیهیه دیگه، بدیهی تر از این چه چیزی ما میتونیم داشته باشیم به عنوان اصول مورد اشتراکمون؟ ما بر سر این اصول، توافق بر سر این اصول گیر کردیم. این اصول بدیهی مثل منطق آب تشنگی رو برطرف میکند. کسی میتونه بگه که این منطق غلطه؟ آب تشنگی رو برطرف نمیکنه؟ به همون میزنم وقتی میگیم آزادی احزاب سیاسی مختلف یعنی دموکراسی، یعنی این که تمام احزاب حق دارن با هر ایدئولوژی تو جامعه حضور داشته باشن. هم میهن عزیز من که این کامنت رو توی یوتیوب نوشتید، ما سر این اصول بدیهی و روشن هنوز توافق نداریم با هم، اون وقت میخواید سر یه قانون اساسی با هم توافق کنیم؟ طرح موضوع قانون اساسی به عنوان اصل مورد توافق از پایه غلطه. شما اصلا قبول ندارید مجلس مؤسسانو، میگید قانون اساسی رو امروز در خارج از کشور یا در داخل بعضی از دوستان، یعنی آقای تبرزدی و آقای زعیم و آقای شریعت مداری و شاهزاده رضا پهلوی و خانم مریم رجبی و اینا با هم بشینن یه قانون اساسی بنویسن و بعد با هم توافق کنن، اولا اینا چه کارن که میخوان قانون اساسی بنویسن؟ قانون اساسی رو حقوقدانان مینویسن. البته که نمایندگان گروه های مختلف مردم باید در این مجلس مؤسسان در کنار یک هیئتی از حقوقدانان، حقوقدانان سکولار، حقوقدانانی که با منشور حقوق بشر موافق هستند، نه حقوقدانی که از قم اومده و میخواد حقوق شرعی رو به اجرا بگذاره، اینها باید بشینن بنویسن. منتها همی همه عزیز من، اشکالی نداره که هر گروهی برای خودش قانون اساسی بنویسه، اما مجموعه این قانون اساسی ها در شرایط کنونی وقتی که حکومت اسلامی در ایران حاکمه و شما در قدرت نیستید اعتباری نداره. یه جمله شما اینجا نمیشه، قانون اساسی بیشتر همین الان باید نوشته شود. چه ایرانی دارد کنم؟ این نکته خیلی جالبی بود. این هموطن ما نوشته که ما قانون اساسی اگر با هم بشینیم بنویسیم رژیم سرنگون میشه. من قصد احترامی ندارم، قصد به اصطلاح اینکه بگم شما دقت ندارید رو ثابت بکنم رو ندارم، ولی واقعیت اینه چطوری میش ممکنه در خارج از کشور یک قانون اساسی نوشته بشه خود به خود رژیم سرنگون بشه؟ این چه استدلالیه؟ من کامنت های زیادی رو تو یوتیوب میبینم،
گاهی وقتا واقعا حیرت میکنم که این دوستی که اومده این کامنتو مینویسه و طوری هم مینویسه که انگار بنده و امثال بنده داریم یه چیزای عجیب و غریبی میگیم و این دوست ما کشف کرده تمام اسرار زندگی و سیاست و مشکلات جامعه ما رو. بنابراین محور قرار دادن قانون اساسی که سهل است، حتی محور قرار دادن یک برنامه برای اتحاد اپوزیسیون زهر سم عامل تشدید پراکندگی میشه. درسته که در نهایت نیروی اپوزیسیونی که به وجود بیاد این زمان میتواند هم برنامه دوران گذار بنویسه، هم حتی میتونه یک هیئتی را درون خودش انتخاب بکنه، یک پیشنهاد طرح یک قانون اساسی رو تنظیم بکنن که فردا بعد از اینکه این رژیم سرنگون شد، یک دولت موقت بر سر کار آمد که از دل همون اتحاد اپوزیسیون بیرون میاد، اون دولت موقت اداره کشور رو به طور موقت به دست میگیره، مجلس مؤسسان رو درست میکنه و بعد اون شورای رهبری یا مدیریت دوران گذار اون قانون اساسی پیشنهادی خودش رو که تبدیل به یک سند واحد هست شده، اون رو تقدیم مجلس مؤسسان میکنه و میگوید که این طرح پیشنهادی است به مجلس مؤسسان که این رو برن گوشکار کنن، اگر میخواهند ازش استفاده کنن یک قانون اساسی سکولار و دموکراتیک بنویسند و بعد اون رو به رأی مردم بگذارن در یک رفراندوم، آری یا نه که این قانون اساسی رو قبول دارید یا نه. الان که صحبتش اینه که حتی دو تا قانون اساسی رو به رأی بگذاریم که این به نظر من کار بیهوده است. در نتیجه دوستان ما باید بدونیم برای ایجاد اتحاد ما اصول غیر قابل انکار رو باید محور اتحاد اپوزیسیون قرار بدیم. ما اگر بتونیم تک تکمون، نه گروه ها و احزاب سیاسی، گروه ها و احزاب سیاسی با هم متحد نمی شوند، به هیچ وجه این اتفاق نخواهد افتاد. ممکنه مقطعی دو تا سه تا حزب با هم یه اعلامیه بدن، یه بیانیه بدن، یه سندی رو مشترکاً امضا بکنن به عنوان یک آدمی که با همه این گروه ها در ارتباط هستم، این اطمینان رو بهشون میدم، به شما میدم که هیچ حزبی و هیچ سازمانی، حتی احزاب و سازمانهایی که در یک بلوک قرار دارن، احزاب سیاسی کمونیست و چپ و سوسیالیستی با هم متحد نمیشن یک حزب کمونیست درست کنن. احزاب و گروه های طرفدار نظام پادشاهی با هم متحد نمیشن که یک سازمان طرفدار سلطنت درست بکنن. اعضا و رهبران سازمان های جمهوری خواه با هم متحد نمیشن، ولی با هم اعلامی مشترک میدن که یک سازمان جمهوری خواه داشته باشیم، که یک سازمان سوسیال دموکرات، یک سازمان طرفدار نظام پادشاهی، یک سازمان چپ نمیشن. اما در بین این سازمان ها عناصری وجود داره که چپ سوسیالیست، سوسیال دموکرات، پادشاهی خواه، جمهوری خواه، اهل احزاب قومیتی کرد عرب، بسیاری از اینها فهمیدن که سراب اتحاد سازمان ها و احزاب سیاسی عامل نفاقن، وجود سازمان های سیاسی و احزاب سیاسی عامل نفاقن، اینا نمیتونن با هم متحد بشن، این عناصرن که میتونن با هم متحد بشن، وجود این عناصره که میتونه اون اتحاد ملی رو درست کنه بر سر چند اصول. ما یک گروهی رو درست کردیم به نام جنبش اول فقط اتحاد بر اثر هفت اصل. سایتمون و چیزهای به اصطلاح سند مربوط به این گروه در حال آماده شدنه، سایت باید آماده بشه و بلافاصله این سایت رو رونمایی میکنیم و بیشتر و دقیقتر راجع به این مسئله صحبت میکنیم. همیان عزیز،
ایرانیان مبارز، ایرانیان سیاسی، ایرانیان آزادی خواه، دموکراسی خواه، طرفدار نظام پادشاهی، طرفدار کمونیسم، سوسیالیسم، سوسیال دموکراسی، جمهوری خواهی، جریانات قومیتی. باید در رابطه با سیاست‌های رهبرانتون دقت داشته باشید که شماها رو و این سازمان و این حزب رو به کجا می‌خواید ببرید. اینها برای قانع کردن شما استدلال می‌کنن، اما این استدلال ها فقط تو حزب و سازمان های شماست که خریدار داره. بیرون در مقابل هم دیگه اینا مناظره جدی نمی کنن تا ببینید که چه اشکالات و چه ضعف های اساسی و بنیادی داره این تئوری هایی که رهبران این احزاب و سازمان ها در رابطه با مسئله اتحاد و تشکیل نیروی آلترناتیو ارائه میدن. دارای اشکالات اساسی و بنیادی است. نمیشه بعد از 40 سال تجربه، نه من تنها، امثال بنده به این نتیجه رسیدیم با این احزاب و سازمان ها ما نمیتونیم به این اتحاد ملی برسیم. باید بیاییم بیرون به عنوان فرد دست های هم دیگر رو بگیریم بر اساس این هفت اصلی که من یکی دو تا شتابه تو این برنامه گفتم و احتیاج به توضیح داره. تمام این اصول مشابهی که بنده هم اشاره کردم بخشش رو از سوی این گروه ها و احزاب در رابطهش درک عمیق وجود نداره. حداقل بدنه این سازمان ها نمیدونن وقتی در اون اساسنامه یا در اون مرامنامه بهتر بگم آمده از که به طور مثال آزادی احزاب سیاسی که در هیچ کدومشون نیامده، همشون هم ادعای دموکراسی میکنن، یعنی چه؟ حفظ تمامیت ارضی یعنی چه؟ عبور از رژیم یعنی چی؟ چگونه از رژیم میخوای عبور کنی؟ با چه نیتی؟ با چه ابزاری؟ با چه ابزاری مسلحانه بجنگی یا با بسیج و سازماندهی اعتراضات و اعتصابات مردم؟ خود این دو مسئله، دو مسئله و دو مقاله یک مثنوی است که اگر بجنگی چه خواهد شد و اگر بتونی با اعتصاب و اعتراض مردم از این رژیم عبور کنی چه خواهد شد؟ اینا نکات مهمی است که در برنامه‌های آینده درباره‌اش توضیحات بیشتری خواهم داد. از اینکه همراه من بودید از همتون سپاسگزارم. شاد و پیروز و سربلند باشید.